خدمت جناب دکتر فرهنگ هلاکویی هستم. خوش آمدید آقای دکتر. سپاسگزارم. حکم قصاص ریحانه جباری لااقل از دوشنبه هفته قبل که به هر حال وارد شدم، در تمام مدتی که در کنار مسئله ریحانه جباری ذهنم مشغول بود، به اعتقاد خودم هم فکر میکردم که این اعتقاد به نظر میرسه که به هیچ وجه درست نیست و باید اردوگاه طرفداران اعدام رو ترک کرد و آمد سراغ کسانی که احترام بیشتری برای جان انسان قائلند و به هر حال راه‌های دیگری رو جز ستاندن جان انسان پیشنهاد میکنن برای ایجاد اصلاحات اخلاقی و اجتماعی. من میتونم یه مطلبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم. ببینید جان فروزنده، این که شما به من بفرمایید برای برقراری نظم در جامعه، نه عدل، ما مجازات اصلا میکنیم، از هر نوعی رو میفهمم و میتونیم بحث کنیم، نه برای عدل. تکرار میکنم، آن چیزی که مجازات میتونه زمیناشو فراهم کنه نظمه، که غالب اوقات این نظم اساسش بر ظلم و زوره و به همین دلیله که گفتگوی میان نظم و عدل یه بحث پیچیده علمی است، وارد اون نمیخوام بشم. یعنی منظورتون در همه جای دنیا؟ همه جای دنیا. یعنی اصولا آنچه که معمولا بهش استناد میشه به غلط ماجرای نظم. حتی خاطرم از سالها قبل از انقلاب، من در ایران به دلیل مسئله‌ای که در دانشکده اتفاق افتاده بود یه مقاله نوشتم، برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. بنابراین این ایده‌ای نیست که تازه باشه، حتی به 40 سال قبل هم مرتبط. اما عرض من اصلا چیز دیگری است. اینکه یه نظام اجتماعی، سیستم حقوقی و قضایی یا قانونی کسی رو اعدام کنن یه مسئله است. اینکه به شما بگن تو میتونی اون آدم رو ببخشی و یا نبخشی، یا در روز اعدام اونجا حاضر باشی و خانواده متهم یا مجرم هم اونجا باشی و شما در لحظه های آخر میتونی با تصمیم خودتون به هر گونه که معموله موجب مرگ یه آدمی و شاهد جان دادن یه آدمی باشید و یا نباشید موضوع منه. یعنی اونجاست که من فکر میکنم شاید از یک جهت حکمتی در این ماجراست که یه فرد باید به یه جایی برسه که اصلا به نظر من نمیتونه جنبه روحانی و الهی و اخلاقی انسانی داشته باشه که بخواد شاهد مرگ کسی باشه، اونم به دست خودش و با انتخاب خودش. آدم ها در شرایط مختلف ممکنه آدم بکشه، حتی من این گفتگو رو داشتم، میتونم هم نشون بدم از نظر روانی که همه ما ظرفیت کشتن رو در شرایط خاص، در لحظاتی که حتی مغز به گونه‌ای کار میکنه ولی همچنان مغز ماست و توانایی دادن فرمان رو داره، آدم بکشه. یعنی اگر شما من بفرمایید فلانی به نظر تو آیا همه انسان‌ها توانایی کشتن دیگران یا امکان کشتن دیگران دارن، به شما میگم بله. بگذاریم از اینکه خیلی از وقت اصلا نیت کشتن نبوده، شما کسی رو هول میدید به این امید که بتونید ازش دور بشید، ولی اگر سرش به جای خورد چی؟ شما حتی ممکنه ضربه‌ای به کسی بزنید، حتی تیری به کسی بزنید، برای خلاصی خودتون قصد کشتن او رو ندارید. بگذاریم از این که ممکنه در اون لحظات فکر کنید تنها راه نجات شما کشتن دیگری است. این بسیار متفاوته که یه سازمان و سیستمی تصمیم بگیره میخوام کسی رو بکشم. این بسیار متفاوته که اونم من به عنوان پدر یا مادر یا همسر یا فرزند بخوام کسی که عزیز من رو کشته و اصلا به عمدم کشته، با برنامه هم کشته، من بخوام او رو بکشم. خیلی متفاوته کاری به دست سازمان و سیستم و نظام پلیسی و قضایی و حقوقی انجام بشه تا فردی. اینجا مسئله است. و بعدم تازه اصلا دادن این حق که تو میتونی ببخشی و تمام کنی ماجرا رو یک بار برای همیشه، نشون دهنده این است که در حالی که حق و حرمت یک آدم حفظ شده، او رو در مقابل یه چنین سوالی قرار میده و این سوال من فکر میکنم پاسخش انتظار رحمت و بخشش بوده، نه انتقام. و بعدم در صحبتی که مادر ریحانه داشت
من میتونم باز به دلیل اینکه کمی کمی با مسائل روانی و انسانی آشنا هستم این رو به راحتی عرض کنم و میتونم در یه بحثی حتی به اعتبار علمی ثابتش کنم که هرگز هرگز شما با گرفتن انتقام اون هم به این گونه در یه چنین شرایط که خاطره اون میمونه، چون شما ممکنه یه کسی رو به خاطر اینکه عزیزتون کشته اعدام کنه، شما اصلا نخواهید ببینیدش، شما حتی نخواهید بدونید چه روزی بود، حتی چگونه بود، ولی اینکه اونجا حاضر باشید و شاهد باشید، چارپایه را زیر پاش بکشید، بله، و شاهد اون باشید. جناب فروزنده، من فکر میکنم همه بدون استثناء بعد از اون حال و شرایط و وضعیت بدتری دارن، در حدی که من انسان رو میشناسم و با مغز انسان آشنا هستم، هرگز جز یک فرد استثنایی، نمیخوام برچسبی بزنم چون الان وقت اون حرفا نیست، ممکن نیست این کار رو فکر کنه مسئله و مشکلی از او رو حل میکنه و حالا باید این بار رو بکشه، تازه وقتی که همه چیز قطعی و روشن و شفاف و همه راه ها برای درک واقعیت و کشف حقیقت صورت گرفته، نه در جایی که همچنان ابهاماتی وجود داره. من بیش از این نمیخوام برم. مگر انسان میتونه با شک تصمیم قطعی به مرگ و نابودی بگیره؟ با شک حتی یه تصمیم ساده رو نباید گرفت، چه رسه اون هم علیه کسی یا علیه چیزی، چه رسه به این که من با شک و دودلی اون هم به دست دیگرانی که به نتیجه رسیدند و تصمیم گرفتن، من عامل و یا به بیان درست آلت اون قتل باشم. من اونو نمیفهمم و بعدم افتخار من در یک ماه بعد و یک سال بعد و ده سال بعد و برای عزیزان و فرزندان خانواده محترم سربندی تا سالهای سال این میتونه باشه که بخشیدم، نه اینکه انتقام گرفتم. شما من بگید در جهانی که من شما زندگی میکنیم، شما 1,000,000 نفر آدم رو بیارید هم از همه جای دنیا و بگید اهمیت و ارزش و حرمت و احترام و هرچی که شما برای یه آدمی قائلید، برای کسی که انتقام گرفته یا کسی که بخشیده، بخشش کار خدایی است. لغت بخشنده هم معنی اون کسی است که میده و هم میبخشه. ما در زبان فارسیمون این دو تا لغت بخشنده و مهربان رو به خدا نسبت میدیم، بنابراین این صفت خدایی است و رفتار خدایی است و عمل خدایی است. بنابراین امید من این است که با وجودی که مادر ریحان اشاره کرد، دیگرانی که اصلا کسان دیگری هستند و اصلا به خاطر همین حقی که به اون خانواده داده شده واقعا هیچ حقی ندارند، قرار نیست برای خودشون حقی قائل بشن و زمین ساز کاری بشن که بعدن اون خانواده برای همه عمر باش مسئله و مشکل داشته باشن. به همین جهت است که من دلم میخواد حتی این پرسش رو بکنن، چون اون چیزی که کمی جنبه عمومی داره بدونی که انسان منفعتی درش داشته باشه، خب میتونه درست باشه، الهی باشه، ایشون یه سوالی بکنن که آیا 70-80 میلیون مردم ایران با این کشتن احساس بهتری میکنن، حال بهتری پیدا میکنن، یا با این نکشتن؟ و اگر به نظر من به این نتیجه برسن که اکثریت قریب به اتفاق در این بخششه که احساس خوبی میکنن، پس این احساس الهیه. اون چیزی که عمومی است جنبه الهی داره، اون چیزی که فردی و شخصی است و از سر نادانی و خودخواهی هست که هیچ وقت نمیتونه بویی از اخلاق و انسانیت و روحانیت داشته باشه. بنابراین امید من این است که اونها چنین کنن، همونطور که چون اشاره کردن شاید برخی از وقت این اطرافیان نقشی داشته باشن، امید من این است که چنین کنن آنگونه که درسته. بنابراین تفاوتی که اینجا موضوع قصاص و اولیای دم برای حقی که برشون قائلن در شرایط ایران فراهم اومده، هیچ ارتباطی با ماجرای اعدام در بسیاری از نقاط جهان نداره و ماجرای اعدام یه چیز دیگه است، قصاص اصلا پدیده دیگری است. جناب دکتر، در ادامه صحبت‌های جناب عالی، من فکر می‌کنم که در همین گفتگوی کوتاه مطرح شد، یعنی اگر این گذشت از طرف اولیای دم به عمل بیاد و از این قصاص گذشت بکنن اونچه که در کشور ما حاکمه و واقعا بخوان که برای زنده نگه داشتن نام سربندی یه بنیادی رو به وجود بیارن، من فکر کنم عده زیادی به این بنیاد روی خواهند آورد و این بنیاد میتونه
یاد زنده یاد سربندی رو برای سالهای طولانی زنده نگه داره بدون تردید. اصلا تردید توش نکن جام جعفرزاده. اینا صحبت هایی نیست که کسی بخواد خودش رو یا دیگران رو فریب بده. به همجد چرس کردم خدمتون خانواده عزیز و گرامی سربندی، اگر دلشون میخواد فقط یه پرسشی بکنن که ما در بخشش دل ایران و ایرانیان رو شاد میکنیم و آرام، یا در انتقام، اگر خودشون به این نتیجه رسیدن که مردم تشنه اون خونن، اونم خون نه، اونم یه کسی اون بالا بچرخه و جان بده، آیا اون رو به عنوان منظره‌ای خاطره‌ای برای خودشون و دیگران خوب و درست میدونن؟ طبعا شما قصاص رو معادل انتقام میبینید؟ من فکر نمی کنم لغت دیگری داشته باشه. به هر حال بحثای لغوی میشه کرد، بحثای احساسی میشه کرد، ولی ببینید باز جناب فروزنده، من و شما تو شرایط خاص خودمون نیستیم. ما امروز میدونیم از این 100 میلیارد سلول مغزی ما و این 1.5 تریلیون کانکشن مغزی ما در هر زمان یه مقدار خبر میرسه. بنده الان ای بسا 80-90 درصد مغزم اصلا در این زمینه با من همکاری نمیکنه. ما به خاطر یه جنبه ای از وجودمون ممکنه دست به کارهای عجیب و غریب بزنیم. شما من بگید کدام انسانه که هر روز پشیمان از کاری که کرده درباره یه موضوعی نباشه؟ بنده هر روز پشیمانم از همه کارهایی که کردم یا بیشتر کارهایی که کردم. چرا؟ برای که با یه قسمتی از وجودم تصمیم گرفتم عملی کردم که قسمتی که بودم چی کار کردی؟ شما برای همه ما به عنوان انسان این موضوع مطرحه. پس این تردیده و این اشتباه هست. بنابراین من میتونم اشتباه کنم در کشتن یک کسی، ولی کسی نمیتونه سالهای سال مسئله کشتن یه آدم رو به عنوان یه چیزی در ذهن خودش نگه داره. اصلا چند راز غم و خشم و وحشت و هزاران احساس بد دیگه همینجوری با دور من بچرخن که این رو من برای مدتی نگه دارم. یکی از بزرگترین نعمتهای انسان فراموشیه. من و شما اگر فراموش نمی کردیم که نابود می شدیم. بنابراین لحظات بد زندگی موقتی است و می گذره، ولی اگر قرار بود همیشه به همون صورت روز اتفاقش می مان که همه از پا در می آمدیم. این نعمت بزرگ فراموشی قراره به خانواده عزیز سربندی کمک کنه که اون حال اولیه و بد رو حتی اگر داشتن پشت سر بگذارن. اما اشکال کار این است که با اجرای این حکم این حال بد بد رو به گونه‌ای که در انسان میتونه بمونه و یا تقویت و تشدید بشه اونها دارن تداوم میبخشن. اونجا مسئله است. یعنی اگر به من میگفتند اصلا تو 100% با مجازات اعدام موافقی و قصاص و انتقام، من میگفتم بله. بعد به من میگفتن یک پرسش از تو داریم، با اون کمی که میدانی جواب بده. آیا ما حتی به اندازه سر سوزن در هیچ زمینه ای، از نظر ذهنی، از نظر حسی احساسی، از نظر اخلاقی حال بهتری پیدا میکنیم بعد از کشتن؟ پاسخ من این بود که حتما. آقای دکتر ممکنه که به شما بگن که ما حکم خدا رو اجرا کردیم؟ من کاملا حرفم دو چیزه. ببینید جناب فروزنده، اولا حکم خدا برداشت ماست از حکم خدا. به همین جهت است که فرض بفرمایید پیروان یک دین کتاب مقدس آسمانی خودشون رو به گونه‌های مختلف میخوانن، برداشت و دریافت دارن. به همین جهت که توی گفتگو تحت عنوان قرائت مثلا قرآن کریم مطرحه، این قرائت از با اون قرائت، یعنی اول چگونه میخوانیم، دوم چگونه برداشت میکنیم و دریافت میکنیم، سوم بعدا اون رو چگونه پیاده میکنیم، یعنی اون کاربردش مسئله هست. اگر این گونه بود که همه ما میخواندیم، همه ما یه جور برداشت کردیم. شما حتی من بفرمایید کدام آیه کتاب مقدس آسمانی هر کسی از طرف همه پیروان سهله، حتی 10% پیروان یه جور فهمیده و برداشت شده. پس اولین مسئله که اینجا وجود داره این است که ما این برداشت و دریافتمونه از این جمله. دوم این جملات یه حق رو به وجود آوردن از نظر اون برداشت دینی، اون رو میتونم بپذیرم، ولی صدها و هزاران حرف و گفتگو از بخشش و مهر و محبت و عشق و
خدا عشق است و علت خلقت عشق است و مکانیزم جهان عشق است و جذب و جاذبه است و هدف عشق است و هدف رسیدن به حقیقت است و به عشق است و اینا چی میشه؟ اینا تو این وسط تو این مجموعه هستن. عرض کردم ماجرای اصولا مجازات ماجرای نظمه، حتی ماجرای عدل از نظر من نیست. من همطور که شاید پس داری هم میدونید جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دانشگاه تهران درس میدادم، اونجا در بحث حقوقی اخلاقی ماجرای قانون رو و حقوق رو و نظام قضایی رو که سه چیز متفاوتن با مسئله اخلاق و انسانیت متفاوت میدیدم. ماجرای نظام اخلاقی ارزشی و قانونی مسئله دیگری است. بنابراین حکم قصاص رو باید در حریم قانون آورد و حریم قانون ظاهرا به دلیل اجرای عدالت واقعا به خاطر برقراری نظم، نظمی که عرض کردم بسیار از اوقات در خیلی از نقاط جهان در طول تاریخ نظم برقرار بوده، اما نظمی بوده مبتنی بر ظلم و زور، نظم مبتنی بر عدالت بسیار بسیار کم بوده. اینی که برخی از اوقات ما اشاره به یه دوران عدل کسی میکنیم در یه زمان محدودی، چون فرض ما بر این است که در اونجا اجرای احکام بر اساس اصول اخلاقی و برای موضوع عدالت بوده نه نظم، و این مطلبی است که باید فهمیدش و متاسفانه در طول تاریخ فهمیده و شناخته شده و به همجاست که برخی طرفدار شده. نتیجتا اگر قرار بود حکم قطعی و نهایی باشه یه چنین حقی رو قائل نمی شدن و این حق رو نمی دادن به اون کسانی که در حقیقت خون عزیزشون ریخته شده که اولیاء دم یا همون خون ما میشناسیمشون، به هر حال کسانی که به نوعی اون ارتباط رو دارن. پس یه آزادی در اینجا وجود داره، یه انتخابی است. حالا یه پرسش مطرح است که اونها که گفتگوی راجب خدا رو میکنن فقط، آیا به مهربانی و بخشندگی و بخشش خداوند که همه ما به او پناه میبریم و از او تقاضای بخشش میکنیم معتقدن یا نه؟ به همجاست که حتی در قرآن کریم وقتی خداوند میفرماید که من حیا میکنم از بندگانم که از من تقاضای بخشش میکنن و غیر از من کسی رو ندارند و من اونها رو بخشیدم چی؟ و حالا آیه مبارکه یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقط غفرت له، من حیا میکنم از بندگانم که از من تقاضای بخشش میکنن و غیر از من کسی رو من اونها رو بخشیدم غفرت له. و به همجاست که سعدی بزرگوار چه میگه؟ میگوید که کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. خداوند شرمساره، خداوند حیا میکنه از گناه نه بندگانش، از تقاضای بخششی که از او میکنن. خب این بزرگواری است، یعنی خدایی که از تقاضای بخشش بندگانش حیا میکنه معناش این است که اونا رو اینقدر خوار و ذلیل نمیخواد. و وقتی که به نظر من اصلا مردم ایران نه هیچ کس دیگه و یه خانواده التماس میکنن تقاضای بخشش میکنن، ما کجا میتونیم استناد کنیم به یه برداشتی که در نظر من متخصص این موضوع اصلا نیستم، ولی اونچه که میفهمم وقتی به شما میگن این ولی حقشو دارید، پس بنابراین معلومه که این انتخاب با شماست و این انتخاب اونجا داده شده و این در اون مفهوم قصاص بر اساس آنچه که من میفهممش هست. بنابراین استناد به اون استناد درستی نیست. استناد هست که تو میتونی این کار رو بکنی یا نکنی، ولی معناش این است که باید این کار رو بکنی، چون اگر قرار بود فرمان این بود که باید بکنی که اصلا در اختیار بنده نمیگذاشتن و چنین بار سنگینی رو دوش او نمیذاشتن که برای همیشه با غم و اندوه و درد همراه باشه. دکتر به عنوان دو تا آدمی که در دو بعد مختلف و در دو سطح مختلف بر حال نگاه جامعه شناسانه به مسائل اجتماعی کشورشون دارن، تصورش بکنید بر اساس اون چیزی که شما فرمودید اگر خانواده سربندی این حکم رو بره پاش برای کشتن ریحانه جباری، در واقع هیچ کار تازه‌ای انجام نشده، یعنی قتل اتفاق افتاده با همه حالا ابهامات یا روشنی‌های داخل پرونده
به هر حال جان یه انسان دیگر هم به عنوان قصاص گرفتن. اما اگر اینها شما دارید اینو میفرمایید، من فکر میکنم که شما دارید میگید که اگر اینها به خودشون بیان که این حادثه بعد در زندگی اونها اتفاق افتاده، اونها رو به اثر یک انتخاب بزرگ قرار داده که با قبول عفو و پیشنهاد عفو و گذشت، حتی اونها دارای یک نقش اجتماعی میشن در خشونت زدایی از جامعه، و جامعه به اونها به عنوان سمبول هایی که خودشون اقدام کردن برای این گذشت و این ظرفیت رو نشون دادن نگاه میکنه. یعنی به عبارت یاد زنده یاد پدرشون رو میتوانند بسیار بسیار با توسعه بیشتر، با توجه بیشتر اجتماعی و با شدن برای کارهای خیلی بیشتر در آینده راهش رو ادامه بدن، اگرچه او برای اونها نیست، ولی این نتیجه اقدامش که اونها خواهند کرد نیست اینطور؟ حتما. ببینید جان فروزن، این که من ادعای بخشش بکنم وقتی که به من همچین فرصتی ندارم، این که من بگم که من میخوام به دیگران کمک کنم وقتی پولی ندارم، خب این زبانن همه میتونن بگن. مهم این است که اون کسی که در اون وضعیت قرار داره و یه چنین امکانی داره چه میکنه. فقط باز مطلب پستالی رو من یه جور دیگه میتونم نگاه کنم. حرف این است که اگر خود این مادر گرامی، مادر جناب دکتر سربندی یا فرزندان یا همسر گرامی یا بقیه اعضای خانواده میخواستن یه جا حرف بزنن و بهشون میگفتن راجبه یه چیزی حرف بزنید و یه کسی از اونها میپرسید که شما فکر میکنید در عفو لذتی است که در انتقام نیست، با این جمله موافقید؟ من فکر نمیکنم بر اساس آنچه، نه به خاطر تظاهر نه به خاطر نمایش، احتمالاً به عفو و بخشش میرسیدن. حالا وقت امتحانشونه و به نظر من حتما هم توی این امتحان موفق میشن. علتش هم این است که کیست که جز در شرایط استثنایی و در شرایطی که به یک بار قرار تصمیم بگیره بخواد انتقام بگیره، این یه مرحله عادی. شما نگاه کنید خیلی از اوقات حتی من عصبانی رو بهم میگن یک تا ده بشمار یا یه لیوان آب بخور یا برو فردا بیا، ولی که فکر برن وقتی فردا اومدم یه کس دیگری هستم و بنابراین اون حرفای قبلی رو نمیزنم، اون کارهای قبلی رو نمیکنم. آخه این که احتیاج به اثبات و استدلال علمی نداره، یعنی یه واقعیتی است که هست. بنابراین به نظر من اونا این جوابو میدن. حالا چرا نیان این جواب رو که حالا به اونا فرصتی داده شده و الان چشم میلیون ها نفر متوجه اونهاست، گوش میلیون ها نفر میخواد ببینه چه خبری میشنوه، همونطور که شما فرمودید بانی یه خیری بشن و در مسیری که بیشتر آدم‌ها دارن میگن، بخواستم بگم همه، که ما میبخشیم نه اینکه میخوایم انتقام بگیریم، اونا به هر حال سرور این راه باشن و در عمل مخصوصا بعد از اون فاجعه‌ای که براشون اتفاق افتاده همچنین دنبال اون راه رو برن. من فکر نمی کنم که غیر از این بتونه باشه. امید من این است که میدونم هرچه هستند به اینجا میرسن اگر خودشون با خودشون و با خدای خودشون خلوت کنن، خودشون با خودشون و خدای خودشون خلوت کنن. حالا اینکه من تحت تأثیر دیگری یا دیگران قرار بگیرم که من نمیدونم اصلا هست یا نیست و شاید هم اصلا نباشه، اون قصه دیگری است. فعلا کجا آدم ممکنه به یه نتیجه غیر از این برسه؟ به علاوه خطر اشتباه رو چه میکنیم؟ خطر پشیمانی رو چه میکنیم؟ به علاوه این دختر ریحانه که به دلیل این رفع قصاص کارش تموم میشه، زندانش سر جاشه، یعنی حکم قصاص فقط مسئله مرگ رو منتفی میکنه، پس بنابراین همچنان مجازاتی هست. نتیجتا ببینم این 7 سال که برای آدم اونم با این بیمامید 70 ساله. جناب فروزنده باز شما میدونید خیلی سخت شده زندگی بسیار باشه. جناب فروزنده من حتی باز اینجا نمیخوام بگم، من همیشه عرضم این بوده که حتی آدم با شک خوبم نمیتونه زندگی کنه، آدم با یقین بد بهتر میتونه زندگی کنه تا شک خوب. پس چطور آدم میتونه با بدترین شک زندگی کنه؟ اولا روز فرض کنید اصلا تو زندان یه صدایی بیاد که به نظرش ره بیاد که اونو خواستن،
اصلا شما روز رو بتونید بگذارید، با شب چه میکنید که مکانیزمای دفاعی شما از کار میفته؟ اگر شما فکر کنید من قبول دارم حتی یک شب، حتی یک ساعت ریحانه بدون آسیب به بدنش و به مغزش تونسته به خواب اشتباه میکنه. من در برنامه دیگری در رادیو همراه عرض کردم، ما برخی از وقت فقط مهمون داریم، 20 نفر 10 نفر گرفتار میشیم برای مهمونیمون. ما برخی از وقت حتی میخوایم بریم مهمونی، سر پوشیدن این لباس و اون لباس مسئله داریم. من و شما یه امتحان داریم، حتی امتحان رانندگی که حالا رفوزم شدیم یه ماه دیگه میریم، دو هفته دیگه میریم، یه دو ساعت بیشتر میخونیم. آدم ها میرن اونجا نگرانند. شما با مسئله مرگ و زندگی رو بررسید. مرگ و زندگی هم نیست جان فروزنده، یه ذره بیشتر از اونه. ببینید، این که من توی تصادف بمیرم، این که کسی دیری بزنه منو بکشه، خیلی متفاوته که یه پروسه ای آغاز بشه و شما باید راه بری و شما میخواید بکشنتون. چون بسیار از وقت مرگ و زندگی که آدم ها در دنیای ذهن و تجرید بهش فکر کنن اصلا موضوع مهمی میتونه نباشه، اما مسیرش مثلا هست، تصورش هست. من عرض کردم تمام کوشش وقتی که صحبت مادر ریحانه رو روز جمعه در برنامه رادیو همراه شنیدم، تمام کوشش من این بود که نه ایشون رو مجسم کنم، نه ریحانه رو، نه فرزندانم. ولی متاسفانه یه جا برای لحظاتی نتونستم و یکی دو بار اونجا رفتم و دیدم اصلا برای من تحمل تصورش ممکن نیست، چه رسه تحمل واقعیتش. اونم بعدا با این خاطره همه عمر زندگی کرد. در واقع با عفو ریحانه، با گذشت از قصاص، همین مسئله‌ای رو که برای ریحانه در 7 سال وجود داشته، خانواده سروندی خودشون رو بیمه میکنن از اینکه این گرفتاری رو پیدا برای 70 سال، برای 70 سال. و نه فقط فرزند پسرش، تمام اعضای خانواده که در این مدت پای فشردن در انجام این امر، بدون تردید. حتی اونایی که خواستند. جان فروزنده، فقط یه جمله میخوام بگم، اصلا این درد رو تداوم بهش نبخشن. عرض کردم فقط یک راه و فقط یک جاده من شما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه برای همه ما. بخشش یعنی آزاد کردن خودم، رها کردن خودم، و انتقام در حقیقت خودم رو در زندان بیشتر و بیشتر نگه داشتن، در حالی که دیگه یار و یاور و مددکاری هم نیست. در بخششه هنوز آدما میتونند به من خودشون رو نزدیک کنند، و اگر هنوز حس و احساس بدی، نه به خاطر بخشش، به خاطر حادثه دارم، منو کمکم کنم. ولی وقتی انتقام گرفتم چی؟ علاوه ما که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، ما که نمیدونیم چه اشتباهی صورت گرفته، ما که نمیدونیم اصلا با چه نیتی و چه انگیزه و هدفی این اتفاق افتاده، ولی ما امروز تکلیف همش روشنه. من اصلا تصورم اینه که غیر از این نمیتونه باشه. اصلا شما من بفرمایید مهربونی یعنی چی؟ محبت یعنی چی؟ مهربونی و محبت یعنی آدم کسی رو که دوست داره بهش محبت کنی. شمایی که منو دوست دارید من به شما محبت و مهربونی کنم، مثلا کاریه؟ محبت و مهربونی وقتی است که آدم با آدم غریبه، با آدم نامهربون، حتی با آدم دشمن میکنه. و این یه واقعیت، مفهوم محبت اونجاست، هنرش اونجاست، هنرش درونه. و الا اینکه یک کسی شما رو دوست داره، شما هم رو دوست داره، اونجاست که اثر میکنه. معلومه، یعنی اصلا اونه که جان فروزنده، نمیخوام وارد بحث بشم که بوی قانع کردن کسی رو داشت باشه، من اصلا کی هستم که بخوام این کار رو بکنم. ما با محبت که اساس خلقته، که علت خلقته، که هدف خلقته، با خلقت هم نوا میشه. قانون جاذبه و جذب، قانون دفع و مرگ و معدوم کردن و اعدام نیست. ماجرای خلقت و طبیعت مشخصه. یک کسی به من بگه، اون کسی که باور داره، چون ما با باورمندان یه صحبته، اون کسی که باور داره بگه هدف خداوند مرگ و نابودی بود، من دیگه چه بحثی دارم؟ عرض کردم در طول تاریخ یه اشتباهی بزرگی صورت گرفته، اونم میدونیم چرا، که ما اومدیم محبت رو و عدالت رو با مساوی و مجازات دونستیم. هیچ ارتباطی بین مجازات با محبت و عدالت نیست.
با نظم هست ولی با عدالت نیست. اگر مدعی عدالت خب ولی یه چیزی باید قبول کنیم، رفتن پای اعدام ریحانه، کشیدن چارپایی از زیرش در حالی که همه ظواهر قانونی هم رعایت شده، اونقدر کار دشواری نیست که نکشیدن چارپایه دشواره. یعنی شما برای نکشیدن چارپایه باید یک ظرفیت روحی بزرگ داشته باشید. دختری رو که دوست ندارید و شک دارید، طبقه یا قرائن نشون میده یا احکام نشون میده که او پدر شما رو از بین برده، شما قاعدتا این آدم رو دوست ندارید. خیلی باید مرد باشید که ببخشید. اونا قبول دارم ولی نمیتونم یه چیزی رو نگم، چون هیچ وقت تو زندگیم این کار رو نکردم. خب اگر قرار باشه من هر کسی رو که دوست ندارم من بد کرده بکشم، که خب من باید راه بیفتم، شاید از همین تلویزیون شروع کنم. میخواید پیام ها رو تو کار بالا گرفته انجام بدید؟ نه من میخوام بگم که بخشیدن ظرفیت میخواد. ظرفیت حتما میخواد، اصلا توش تردید ندارید، هیچ کس همونو نکرد. ولی آخه به خاطر ببینید، حداقل قدرت میخواد جناب فروز، حداقل باید تنبیه و مجازات مساوی جرم و گناه باشه. درسته، جرم و گناه که یک پدیده تعریف شده عددی نیست. مرگ هست، ولی مرگ از قتل غیر عمد شروع میشه تا قتل عمد. تمام قوانین جهان از جمله قوانین کتابای آسمانی از هیچ هیچ تا صد صد رفتن. آخه من و شما چرا اینو صد صد بگیریم؟ برای که کاری که ما میکنیم صد در صد قتله. صد در صد قتله، صد در صد قتله. شما من بگید که این قتله، آخه کجاش خطا و اشتباه، هدف، انگیزه، شما اینا رو همه رو باید ثابت کنید. به همین جهت است که قوانین کشورهای دنیا حتی در ایران از 100 تا حکم مرگ ای بسا 90 تاش به اونجا نمیرسن که این قتلی است در حقیقت پریمدیتیت، که از قبل برنامه ریزی شده، آدم روش کار کرده و و تازه هنوز برمیگره به ویژگی‌های روانی یه آدم، حال یه آدم. نه، اینا رو نباید با هم مقایسه کرد، اینا رو نباید تو اون چارچوب مطلقش برد. نیست، به همجاست که همه جهان برای هر یک کار، یک کار واحد، یه طیفی از مجازات قائلند. بلا اگر این گونه بود که با یک عدد شما در مقابل یه عدد قرار داشتید، این مال اون زمانیست جناب فروزنده که نه امکان سیستم قضایی بوده، نه زندان وجود داشته، و باید وقتی که جرمی اتفاق میفته بلا فاصله مجازاتی هم اتفاق میفته. این به هر حال مال یه دورانی، مال یه شرایط خاصی داره. کمی با من و شما دکتر بنابراین با این عف، با این گذشت، این خانواده سربندی است که سربلندی رو برای خودش و خانوادهش به وجود میاره، به این خانواده یه نقش اجتماعی میده، نقش اجتماعی بزرگ میده در همه فعالیت های پرهیز از خشونت، همونطور که به اون خانم علیجانی در شمال داد وقتی رفت اون بالا یه سیدی زد تو گوش قاتل فرزندش و بعد تناب و گردنش برداشت و او رو عفو کرد. و امروز این آدم یه مرجعیتی پیدا کرده در مبارزه با وقتی باهاش مصاحبه کردن و ازش پرسیدن در این مورد چه کاری میتونی بکنی، گفت نمیتونم کاری بکنم. من حرفشو فهمیدم، چون کاری که کرده بود اینقدر بزرگ بود که هنوز خودش که کار رو کرده، درست بزرگی و عظمت کار خودش براش جا نیفتاده. حالا من یه سوال دیگه ای دارم جناب فروزنده. فرض بفرمایید، امیدوارم باز، چون اگر بخوام به اندازه سر سوزن غیر از اون که حس و احساس و اعتقاد دارم حرف بزنم که هرگز نزدم، دلم میخواد بینندگان خوب و عزیز این رو بدونن. سوال من این است که اگر فردا حکم اجرا بشه، آیا برای ایران و مردم ایران در سراسر جهانی که از این موضوع خبر دارن، که احتمالاً به صدها میلیون خبرش رسیده، کم هم نیست، آبرویی میخره؟ آیا برای پیروان معتقد به
اصول اسلامی آیا برای اونها اعتباری آبرویی در جهان میخره؟ آیا زبان معترضین و مخالفین رو برای حرفهای مختلف و متفاوت باز نمیذاره؟ آیا ما به آبروی ایران و ایرانی و به آبروی باور و اعتقاد خودمونم نباید اهمیتی بدیم؟ بینندگان عزیز، از این لحظه خطهای تلفن و تلویزیون در اختیار شما هست. به جای اینکه برای من تکس بفرستید و تلفن بزنید، می توانید با تلفن 818-301-8000 تماس بگیرید و اگر پرسشی از جناب دکتر هولاکویی دارید اون رو مطرح بفرمایید و اگر نقطه نظری دارید در زمانی کوتاه نقطه نظر خودتون رو عنوان بفرمایید یا از طریق 408-887-49-85 برای من تکس خودتون رو بفرستید. منتظر تلفن شما هستیم که اگر نقطه نظری دارید اون نقطه نظر رو بتونید با ما مطرح بفرمایید. آقای دکتر، در صحبت‌های خانم شعله پاکروان، اجازه بدید من خط رو بگیرم بعد پرسش رو مطلبتون رو بفرمایید. در شعله پاکروان خیلی آرامش بود امروز این مصاحبه. آدم چطوری میشه در این اوج درد به یه همچین آرامشی برسه؟ نه، به آرامش نبود. نبود؟ ایشون بی‌حسی و بی‌احساسی رو تجربه کرده و نگران یه گفتاری است که موجب مشکلی بشه برای عزیزه. متشکرم. نکته‌ای که دکتر هولاکویی گفت بسیار بسیار حائز اهمیت. بینندگان عزیز توجه بفرمایید، این نکته بسیار دقیقه. دکتر هولاکویی میگه اون نگرانه به میان آمدن حرفی است که شرایط رو خرابتر بکنه و امکان صلح و سازش رو پایین بیاره. من یه جمله دیگه هم با درس کنم جان فروزنه. شما من نفرمودید میخواید خطا رو باز کنید. منم میدونید از عهده پرسش و پاسخ بر نمیام، گرفتارم. بذارید من یه چیزی رو عرض کنم جان فروزنده عزیز. امید من اینه که ما فقط به یه چیز فکر کنیم. اگر ماجرای اخلاقی و انسانی برامون مطرحه و اون فقط جان فعلا یه دختر است که امیدوارم تأمین پیدا کنه، اصلا نخواهیم به دنبال تصفیه حساب‌های سیاسی و یا مذهبی بریم، هرگز نخواهیم بریم سراغ اون گفتگوها که ابدا جاش در اینجا نیست به هیچ شکل و فرمی، به هیچ صورتی، چون اونه که خانم پاکروان و بقیه رو نگران میکنه که ما مسئله رو به جایی بکشیم که اصلا موضوع اون نیست. مسئله اهمیت اساسی داره. یعنی امروز بحث درباره چشم یادمه، دست و پای یادمه، گفتگو درباره عینک و کفش و نمیدونم پیراهن نیست. امیدوارم بینندگان خوب عزیزی که روی خط بیان یه جور دیگه بهش نگاه کنن و ازش بدونن که اون چیزیست که دو تا عیب داره. یکی اصلا منصفانه و عادلانه و آگاهانه نیست و دوم این که خطرناک. و ما در این دقایق باید رشد خودمون نشون بدیم در این ساعت بسیار حساس و شرایطی فراهم نشه که همه کوشش های انجام شده برباد بره و باز باد درو بکنیم. بدون تردید مسئله فقط مسئله مرگ و زندگی یه آدمه. همین و همین. و به همین جاست که وقتی هستالی فرمونی، چون اشاره نفرمودید، خطا باز بشه، من خیلی خوشحال میشم که نظر بینندگان خوب و عزیز رو بدونم، ولی چون نظرشون داره پخش میشه ماجرای نظرشون نیست، ماجرای اثرش. شما فکر میکنید چه صحبتی اثر مثبت میتونه داشته باشه؟ فقط احساس انسانیمون، فقط خودمون بودن. ببینید جان فروزنده، ما سه تا مرحله داریم دیگه. یکی آگاهی مشترک انسان و کمی هم حیوان، یکی خود آگاهی، یعنی با آگاهیمون آگاهی داشتن، اما یه مرحله بالاتریست خدا آگاهیه، یعنی آگاهی از بهترین بهترین ها، نه خدا به مفهوم کن، خدا آگاهیه. اینجا وقت بحث خدا آگاهیه، بحث نه آگاهیه نه حتی خدا آگاهی، خدا آگاهیه. یه نگاهی خدایی، انسانی، اخلاقی، اونایی که باور دارن روحانی به موضوع. حالا اگر در اینجا هنوز جایی برای ریختن خون و کشتن آدم میبینن، خب میبینن، حتما هم نظرشون درسته، ولی من اصلا این حریم رو مقدستر و مبرا از اینا میدونم. یعنی ما با این ترتیب، با کنترل گفتار خودمون، با
کنترل اونچه که فکر میکنیم، این شرایط میتونه یه شرایطی باشه برای ارتقای عاطفی جامعه، ارتقای فکری جامعه، که این فقط شامل خانواده سربندی و خانواده جباری نمیشه. من و شما گوینده یا بیننده‌ای که روی خط منتظر هستم، او هم شامل این محدوده میشه. فرزن، مشکل دنیا امروز چه؟ مشکل اخلاقیه. مشکل جامعه ایران چه؟ مشکل اخلاقیه. ما مسائل سیاسی و اقتصادی اگر موضوع ما بودن اون رو حل میکردیم. مشکل ما اخلاقیه. مشکل اخلاقی یعنی چی؟ یعنی چی از درون من شما میجوشه و متاسفانه در مسیر و جویباری میفته که انقدر آلوده است که آخر کار رو خراب میکنه و در نتیجه از یه چشمه زلالی که وجود انسانی است به دلیل آنچه که شرایط محیط اجتماعی سالا یه آب آلودهی در اون آخر کار سر کلش پیدا میشه. دکتر، اولین وکیل ریحانه جباری آقای محمد مصطفایی بوده که الان در یکی از کشورهای اسکاندیناوی ساکن هست. دیروز من با ایشون گفتگویی رو انجام دادم، روز شنبه. در این گفتگو ایشون گفتش که من در دوران وکالت خودم 100 حکم قصاص گرفتم، یا 100 تا از موکلین من یا به اصطلاح طرفهای اونها محکوم به قصاص شده. از این 100 تا گفت حدود 50 تاشون من اول قرارم این بود که میذاشتم که اگر رسیدم که حکم قصاص گرفتم شما نباید قصاص کنید و اینها قبول میکردن و میگفت در همه موارد موفق بودم، در یک مورد من موفق نشدم و در اون موردی که من موفق نشدم آمدم رفتم و حکم قصاص رو گرفتم، به خانواده گفتم که از این بگذرید، شما اینو به من کتمن قول دادید که میشه. گفتن نه، حالا پشیمون شدیم نمیخوایم بگذاریم. میگفت روز اعدام فرا رسید و من رفتم اونجا به عنوان وکیل حضور داشتم و زار زار گریه میکردم آقا بگذارید، شما به من اینو قول دادید و اینا قبول نمیکردن. آخر سر به التماس به زانو افتادم در مقابل پدر، در مقابل پیرمرد که اونجا بود. گفتم شما سبب بشین اقلا یک ماه فرصت به این بدن. و دادیار هم که باید مصر باشه در اجرای حکم گفت آقا این داره پهنای صورتش گریه میکنه، کمک بکنید، بذارید این یک ماه فرصت بدید، اتفاقی نمیفته. بالاخره قبول کردم با یک. از زندان آمدیم بیرون، این 5 نفر بودن، این 5 نفر رو من سوار ماشین خودم کردم که به خونهشون برسونم، ولی پشت ماشین همش زار میزدم و میگفتم باید شما بگذشتید، فلان میکردید، بهمان میکردید. وقتی رسیدیم به مقصد، یه دفعه اون پیرمرد آمد طرف منو بغل کرد، گفتش که خیلی خوب بس دیگه گریه نکن، من بخشیدمش. پدر مقتول بود که این کارو کرده بود و اون جوان هم نجات پیدا کرد. مصطفی میگفت همه اون کسانی که، یعنی دقیقاً بدون اینکه نظرات شما رو شنیده باشه، میگفت همه اون کسانی که حکم رو اجرا نکردند و گذشت کردند از آرامش فوق‌العاده‌ای برخوردار شدند و میگفت شما نمیدونید اونها که حکم رو اجرا میکنن بعداً دچار چه گرفتاری‌هایی میشن. معلوم کسان قابل پیش‌بینی نیست، فقط خودشون، هیچ کس هم کاری به کارشون تو نداشته باشه. جناب فروزنده، آخه خیلی مسئله است. یعنی من واقعا نمیخوام بگم نمیفهمم، احساس نمی کنم، شاید هم کوشش کنم بتونم بفهمم، ولی به هر حال حرفی که ایشون زدن درسته. گفتم یه کسی به من بگه اساس ادیان در اخلاق و مهربانی و بخشش یا نیست، فقط همین. اگر غیر آقای دکتر، یه سوال فرضی، اگر شما در ایران بودید و در شرایط این کیس قرار گرفته بودید شما چه میکردید؟ شما هیچ کدوم از طرفین دعوا نیستید، نه طرف مقتول نه طرف مقتول. اگر به من امکانش و اجازهش، حالا که موضوع مطرح شد چون از این اتفاقات فراوان میافته، من فقط کوشش میکردم ببینم چگونه میتونم اون چرا که واقعا حس و احساس میکنم و باور دارم رو با این عزیزان در میون بگذارم. و شما فرمودید که وکیل فامیلشون چه بود؟ آقای دکتر مصطفایی. آقای دکتر مصطفایی گریه میکردن، من گریه میکردم و
رو پاشون میافتادم و التماس میکردم. همین. یعنی تا این حد معتقدید؟ اصلا تردید ندارم جناب فروزنده، باورم کنید. نمیدونم چجوری میشه گفت. اصلا شما چطور میتونید؟ اصلا چه فرقی میکنه و چه فایده ای داره یه کسی پسر منو کشته من برم بکشم؟ حتما فرق میکنه، ولی دمار از روزگار من تا زمانی که من زندم و بقیه فامیل در میاره. به بچه هاتون فرقش چه؟ اصلا چه فرقی؟ آخه ببینید جان فروزند، من که نمیتونم بگم یه چیزی اینقدر بده، ولی من میخوام این کار بده آزادانه، آگاهانه، در شرایط عادی، با فکر، با مشوره، با دعا انجام بدم. شما به 100 تا گناهکار همه جای دنیا یا مجرم نگاه کنید، 99 تاشون بعد از اینکه گیر افتادن پشیمونن، نه به خاطر گیر افتادن، به خاطر میگن چون غلطی کردن. دکتر چقدر مواردی رو داریم در آمریکا که طرف در دادگاه هایی که روش های بررسیشون بدتر از ایران نیست، بسیار هم دقیقن، طولانین، در صدور رأی اعدام هم اصلا عجله ندارن. این تعداد اعدام 15 تا 30 سال طول میکشه. این دلیلی داره که اینقدر طول میکشه. برای اینکه جان گرفتن جان یک انسان شرایط خیلی خاصی رو میخواد و بعد با تمام این دقتی که میکنن خطا هم اتفاق میفته. و یه دفعه شما میبینی یه آدمی 20 سال در زندان به جرم قتل بوده و بعد با این پیشرفتایی که سیستمای فرانزیک ساینس کرده و جستجو بررسی حقیقت در جرم و جنایت، یه دفعه معلوم میشه این آدم واقعا 20 سال از عمرش رو هدر رفته در زندان و جرم مرتکب نشده بوده. ببینید جان فروزنده، ما با یه سیستم کار میکنیم از نظر ذهنی، بعد با یه مقدار اطلاعات، بعد اینا رو توی هم میریزیم، در حقیقت یه مدلی داریم از توش در میاد. برای یه دادستان یه 5 تا 6 تا دلیل داره که برخی از اوقات از سر بدشانسی آدم ها اونو دارن و اینا رو کنار هم میذاره و در مقابلش وکیل مدافعی و هیئت منصفه‌ای که بتونه اشکار رو ببینه نمیبینه و بنابراین برخلاف اون حرفی که زده میشه بسیار بیگناه به پای دار رفته و بالای دار رفته. اینکه به پای دار میره بالای دار میره از اون حرفایی است که با هیچ واقعیت تاریخی نمیخونه، چه به صورت اعدامش چه به صورت کشتارش که 130 میلیون آدم فقط قرن 20 در جنگ ها کشته شدن. وای قرار بود اعدامه آدم بیگناه کشته نمیشد که از این 130 میلیون 125 میلیونش حتما نباید کشته میشدن در جنگ ها. یعنی اینا باورهای درستی نیست و به همین جهت است که همطور که اشاره فرمودید سیستم حقوقی و قضایی کاملا در معرض خطا و اشتباه است، بر اینکه هدفمند عمل میکنه. دادستان بعد از رسیدن به نتایج و به حال نتیجه گیری اولیه تصمیم میگیره که مثلا بره دنبال این کار و حالا اصلا ماجرای شرافتش و مهارتش و آگاهیش مثلا است. من اینقدر توی دادگاه ها دیدم که بعد از بردن و باختن مثلا اونی که برده در حالی که بیخود برده و نباید بیبرد تبریک میگه. حتی مسائل مختلف و متفاوتی که در این زمینه وجود داره. به همین جهت است که به نظر من ماجرای خطا و اشتباه است. اصلا درباره این موضوع به خصوص که کاملا خودشون میگن ابهاماتی وجود داره و مسائلی مطرحه، حتی جزئیات مسئله. من توی پرونده هیچ نشانی از این که دی ان ان گرفتن، از این آزمایشات از این قبیل انجام شدن نیست. حرفای دیگری بنده شنیدم که چون مهم نیست و نمیخواد بشنوم نیستم اصلا نیست، ولی اگر به من بفرمایید بر اساس آنچه که تو میدونی و شنیدی که بر اساس گزارشی است که دوستان از محتوای پرونده دارن، حتما 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 در شک و تردیدی است. من 100% به این شک و تردید مطمئن. دکتر به عنوان آخرین پرسش به بینندگان وقت نرسید، به هر حال در شرایط ایران داریم صحبت میکنیم، به یه خانواده مؤمن معتقد که رئیس خانواده به قتل رسیده، حالا اینا میخوان تصمیم بگیرن آمادگی روحی پیدا کنن، یه فرزینه دیگه، برای اینکه ببخشن، چطور میتونن بر موانعی که مانع این تصمیم میشه غلبه بکنن؟ این خیلی مهمه. خب حتما، ولی آخه اون موانع کدام هست؟
این موانع توی موانع سا... یک اعتقاداته، یک حرفای اطرافیانه، یک خونی است که به اصطلاح فکر میکنم با این ترتیب پایمال میشه. جناب فروزه بذار ذره ببین، مبانی اعتقادی رو ما باید مطمئن باشیم. به هر حال ما داریم به خدا نسبتی میدیم. شما میتونید، من میتونم بگم جناب فروزنده اینو گفتم، ولی وقتی راجع به خدا حرف میزنم باید مطمئن باشم. یه به اون نمیشه نسبتی داد که اون نفرموده و نگفت. این شماره یک. دو، ما از کجا به این نتیجه رسیدیم که اطرافیان این خانواده، اگر 100 نفر فامیل درجه 1 و 2 و 3 یا دوستان هستن که حتما بیشترن، اصلا بیشترشون تو اون مسیرن. اگه شما فرضتون برای اینه که بیشترشون در اون مسیرن، که خب باعث تأسفه دیگه، اصلا راجع به جامعه ایران هم اینجوریه. پس اونم دومی هم نیست. سوم، موضوعی که اینجا وجود داره مسئله ای نیست که شما چیزی به دست بیارید یا چیزی رو به دیگری ببخشید. شما دارید همه چیز رو خراب میکنید. من نمیدونم این کجاش. موانع رو متوجه هستم. موانع اون چیزیست که برمیگرده به حال و ویژگی روانی و شرایطی که بهش اشاره فرمودید داریم، و به همین جهت است که من فکر میکنم چرا عرض کردم، اگر به خودشون و به خداشون بیان من مشکلی باش ندارم، چون به هر حال گوشه ذهن همه باورمندان به خدا خوبی نشسته و محبت نشسته و عدل و انصاف نشسته و اونجاست و کنارش حتما بزرگترینش بخشش نشسته. دکتر یک بار دیگه از حضور پرمهرت و پربرکتت در برنامه سپاسگزارم. لطف دارید. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون با لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.